خب ادامه میدیم با مقدمه مقاله های فدرالیست، ترجمه مقاله های فدرالیست. این عکس همچین روشن نیست، ولی باز یه کمکی میکنه که ببینید زمانی که مستعمره ها تازه ایالت شده بودن توی آمریکا، چقدری از این نیمچه قاره آمریکا رو در بر می گرفتن. و راجب مسائلی که در ویدیوهای قبلی صحبت کردیم یه ذره بهتر میتونم نشونتون بدم که ایالت ها کجان و راجب رودخونه میسیسیپی که اینجاست. ببینید میسیسیپیه، باز دو مرتبه راجب اون رودخونه و در رابطه با ایالت های جدیدی که بعداً بنیان شد، تأسیس شد توی آمریکا، شکل گرفت، که اونا هم یه مقداری رو این کاغذ بهتر ببینید. حتی من مطمئن هستم که امیدی که من دارم در دو سه نسل اتفاق بیفته و من میدونم راحت همین الان میتونن کتابایی رو کتاب های الکترونیکی درست بکنن که این نقشه ها قشنگ توی کتاب هستش، شما دست میزنید قشنگ مرزها رو خوب نشون میده، یا روی کامپیوترتون روی تبلتتون. همه این چیزا خیلی ابتدایی نیست شبیه اینی که من الان دارم انجام میدم. من منتها میخوام سمجی بکنم، بگم با یه تلفن کوچولو آدم میتونه خیلی کارا بکنه، کیفیتش شاید اینجوری که باید و شاید باشه نیست، نخواهد. بگذاریم ببینید، اینجا این ایالت جورجیاست. خوب احتمالا نمیتونید بخونید ولی ایده میگیرید دیگه، این ایالت جورجیاست و این رنگ پرتغالی تقریبا نشون میده که این ایالت ها مرز غربیشون کجا بود، یا اونجوری که خودشون فکر میکردن باید مرز غربیشون باشه. بعد این ایالت دوتا ایالت، کارولینای شمالی این بالاست، کارولینای جنوبی این پایینه، نورث کارولینا، ساوث کارولینا. بعد اینجا ایالت ویرجینیا است که ببینید ویرجینیا میگه این تکه زمین هم مال منه، ولی الان توی نقشه آمریکا نگاه بکنید میبینید که این مثلا ایالت کنتاکیه. یا نورث کارولینا میگفت این قسمت زمین مال منه، الان رو نقشه آمریکا نگاه بکنید میبینید اینجا شده تنسی، ایالت تنسی. بعد این بغل ایالت کوچولوی به نام دلاور، بعد این مریلند که درست نبش ویرجینیا است، این ایالت پنسیلوانیا است، شمالش هم میبینید ایالت نیویورک، تا نیویورک این گوشه میاد این پایین یه دومی در میاره که اینجا نیویورک سیتی و منهتن و اینا اینجاست، بعد لانگ آیلند و بعد اینجا ایالت ماساچوست، اینجا ایالت رود آیلند. این رود آیلند و دلاور دو تا ایالت های کوچکترین ایالت های آمریکا بودن. بعد اینجا ماساچوست، ماساچوستس، بعد اینجا ایالت نیوهمپشیر. بعد این یه تیک زمین هم نشونتون دادم که این شمال شرقی آمریکاست که ماساچوست میگفت مال منه، الان ایالت مین از توش در اومده بیرون. این زردم ایالتی که تیک زمینی که بعدم میخواد بشه ورمانت، یعنی وقتی قانون اساسی آمریکا رو نوشتن این ورمانت هنوز ایالت نشده بود. این سالایی رو هم که میبینید بغل ایالت اسم ایالت نوشته شده، این سالیه که این اتحادیه عضو شدن، عضو این اتحادیه شدن. مثلا اینجا نوشته جورجیا جی ای 1788. گفتیم که کنوانسیون فیلادلفیا تابستون 1787 اتفاق افتاد، از توش قانون اساسی آمریکا بیرون اومد و مثلا جورجیا سال بعدش اینو راتیفای کرد. راتیفای یعنی تصویب کرد، قبول کرد و
عضو این اتحاد آمریکا، به اتحاد آمریکا درون. مثلا ساوت کارولینا رو نوشته 1788، نورث کارولینا رو نوشته 1789، ویرجینیا رو نوشته 1788، پنسیلوانیا رو نوشته 1787، نیوجرسی رو نوشته 1787، دلاور رو نوشته 1787، مریلند رو نوشته 1788. حالا من اینا رو که این اعداد و این سالا رو که بهتون میگم، این در رابطه با این مقاله های فدرالیست خیلی مهمه. کدوم یکی از این ایالت ها زود جزو این اتحادیه شدن، کدومشون هی لفتش دادن و پاس دادن تا دیرتر عضو این اتحاد بشن. ایالات متحده آمریکا، اسمش روشه. من خیلی جالبه، چون وقتی مقاله های فدرالیست رو میخونیم من یواش یواش وسطش پارازیت میدم که میگم این ایالت ها چی کار داشتن میکردن، کدومشون سریع جزو این اتحادیه شد، کدومشون بعدن عضو شدن. چون نگاه بکنید اینا الگوهای آینده اتحاد دنیا خواهند بود. همشون به هم دیگه شک داشتن، اطمینان نمی کردن. الان توی برداشت فکری ما اینه که اینا همشون یک پارچه شبیه هم بودن، پس راحت میتونستن متحد بشن. حالا تو هوشنگ به سرت زده میگی کجا میتونی بیای؟ آلمان و فرانسه و نمیدونم ژاپن و ایران و کشورهای مختلف دنیا رو متحد بکنی. کاماس کاماس آسته آسته میریم جلو. من یه سری امیدوارم که این شکا رو از بین ببرم و ما بیشتر فکر آینده باشیم. بگذاریم یه چیز قشنگ دیگه که روی نقشه هست، این رودخانه های بزرگ آمریکاست. چون میبینید حالا بعدن خواهید دید بعضی این ایالت ها مرزهاشون با رودخونه تعیین شده. این رودخونه ها مخصوصا رودخونه های بزرگ، خب اگه برای بردن کالا از یه طرف به یه طرف دیگه استفاده نمیشه، برای آبشون، برای آبیاری، برای کشاورزی مهمه، برای همه رو در نظر داشته باشید. بعد این دو تا قسمت آبی پررنگ رو میبینید، اینجا نوشته territory، منطقه north west of Ohio river. این اوهایو ریور رو ببینید، اینه این رودخونه اوهایو که بعدن ایالت اوهایو بغلش در میاد. ببینید این رودخونه اوهایو. به این قسمت میگفتن north west territory، منطقه شمال غربی آمریکا. به چه دلیل بهش میگن شمال غربی؟ به دلیل اینکه همونجوری که قبلا صحبت کردم، از اینجا به بعد که آمریکا نبود، مثلا در اون زمان اینجا رو بهش میگن نورث وست تریتوری. به چه دلیل بهش لغت تریتوری رو استفاده میکردن؟ میگفتن یه جایی منطقه‌ایه که هنوز به اندازه کافی مردم نداره که یه دولت را بندازه که یه ایالت بشه، چون بعدن از توی اینا چند تا ایالت در میاد بیرون دیگه. و این آبی پررنگ اینجا رو هم نوشته territory south of Ohio river، تریتوری که جنوب رودخونه اوهایوه، که از اینجاها مثلا ایالت های میسیسیپی و آلاباما در میاد بیرون. یادتون هم باشه تو ویدیو قبلی گفتم اینجا که الان ایالت فلوریداست تو آمریکا ما میگیم، اون زمان بهش میگفتن ایست فلوریدا، وست فلوریدا، و تحت کنترل اسپانیا بود. بومیا اینجا خیلی زندگی میکردن و این جورجیا یکی از دلایلی که اولین ایالتهایی بود که عضو این اتحادیه شد، میگفتش که من متحد بشم دیگه ترس از حمله به این از این بومیا به من، یا اینکه اسپانیا بیاد یه دفعه کرمی با ما بریزه، کم شد.
پس اینا توی این شدت عمل این ایالت های ناجر تازه به دنیا آمده که چجوری به چه سریعی عضو این اتحادیه بشن خیلی مهمه. هر کدومشون یه فکری داشت که من چرا لفتش بدم متحد بشم، چرا سریع متحد بشم. دیگه الان من میرم ویدیوی بعدیه.